عرض شود که یه آوازی هست در آواز افشاری که عرض شود دو سالهای قبل، یعنی قبل از انقلاب در واقع، که ویولونش مال زندیات پرویز یعقی هست، با سنتورش مال آقای فضل الله توکلی که خب خدا رو شکر که هنوز در قید حیات، عزاد به حضور شما، که ضربش مال زندیات جهانگیر ملکی. و این داستانش به این صورت بود که اون زمان ها که خواننده های زن که در رادیو میخوندن اینا آوازخون نبودن، چون ترانه خون بودن آوازش رو خواننده های مرد میخوندن، مثل آقای گلپایگانی ایرج، از سواد حضور شما که آقای از سواد حضور شما زندیات آقای شجریان، آقای جمال وفایی، گاهی وقتا هم قره به نام ما میافتاد. این یکی از همون آوازایی است که تصنیفش رو خانم پوران خونده بوده. زندیات میر نقیبی به من زنگ زد، گفت یه آواز، یه تصنیفی است که پوران خونده که شعرش مال بیژن ترقی، آهنگش هم مال بزرگ لشکریه، از ساعت شما بیا آوازش بخون. ما اون زمان چون آقای پرویز یعقی خوب در اوج بود، ما تازه شروع به کار کرده بودیم، ولی خب با توکل در تلویزیون ما برنامه داشتیم، ولی با پرویز یعقی کاری ضبط نکرده بودم. من خیلی برام جالب بود که آقای میرنقیبی بهش گفتن خب سازش کی به ما میزنه، گفت پرویز یعقی میزنه و توکل. من یه وقت خب وحشت برام داشت، واقعا خب ایشون در اوجش نخواد اصلا به ما بزنه. گفت نه، صدای شما رو شنیده، گفته نه اینا با جایگزین قدیمی ها بشن، من باشون میزنم. بعد روزی که قرار بود این کار ضبط بشه در استودیوی شماره 20 رادیو ضبط شد. ما رفتیم رادیو، هنوز مرحوم پرویز یعقی نیومده بود. من نشستم اونجا تا ایشون تشریف بیارن. وقتی که اومد خب من حضوری نمیشناخت، صدا میشنیده بود. بعد از آقای مینوی پرسید که پس این فلانی کجاست، که گفت من گفتم اینا همیشون اینجا نشسته. خب من همیشه چیزم همین بود دیگه، بیشتر از 60 کیلو هیچ وقت نبودم، همش بین 50 و 60 کیلو، 56 70 کیلو وزن بود. بعد ایشون برگشت گفت خب اون صدا از این گلو میاد بیرون. گفتم آقا ما واقعیتش شاگرد شما، یعنی درس جواب بدیم، حالا دیگه بعد خوبی شما ببخشید. ایشون شروع خیلی به روحیه داد، گفتش که اگر اون روز به این صورت ما روحیه نمیداد، شاید اون آواز به این صورت ضبط و ربط نمیشد. خیلی تشویقمون کرد و من خودم از ترسم کم شد. توکل که اومد، خب چون به توکل قبلا کار داشتم در تلویزیون، کار کرده بودم باهاش، و من گفت من حس میکنم یه مقداری ترسیدی. گفتم ترسیدم، خب درست هم از اون آقای خب یعقی خواننده بزرگی ساز زده، شد برایش خیلی کوچیک باشه که ما بزنه. گفت نه، چرا شما با یه جایگزین قدیمی ها بشه، ایشون همینه گفته. خود زندیات پرویزی یعقی من گفت دوست دارم یه آواز افشاری زیبا با هم دیگه بزنیم. خب این خیلی روی من اثر گذاشت. من خوندم و بچه همین آواز افشاری است که شما داریم گوش میکنیم، این یادگار هم روزی است که در استودیوی شماره 20 رادیو ما این آواز رو روی اون همون کوکی رو خوندیم، که چون اون موقع رسم بر این بود اگه تصنیف رو یه خانم میخون یا حالا یه خانم مرد میخون و خودش آواز خون نبود، روی همون کوک باید خونده میشد. اگه میبینید یه خود کوک بالاست و اوجه، به خاطر که این ما رو صدای خواننده زنی آواز خوندیم، باید اینجوری خونده میشد. حالا برسال رو بعدی خوبی شد که میبخشن شنوندگان عدی گوش میکنن، ما دیگه تمام اون بیشتر از این نبود. اگه بهتر از این نشده، اینو بسیاری به ضعف ما بزنیم. Thank you.
چه سودا زده روی تو، خواب گهی مگر خاک سر کوی تو.
آتش مهران.